همونطور که میدونید لس آنجلس شهریه که بیشترین جمعیت ایرانیان خارج از کشور تو خودش جا داده. در واقع اگر وست‌وود قلب تهران جلس باشه، پرژن اسکوئر به طور حتم قلب وست‌ووده. همون میدون ایرانیای خود. تا جایی که من میدونم تابلوی پرژن اسکوئر تنها تابلویی که به طور رسمی از طرف دولت آمریکا برای جامعه ایرانی خارج از کشور اینجا نصب شده. من وقتی اولین بار اومدم توی این خیابون 3 سال بود که خب از ایران دور بودم. وقتی اومدم اولین بار توی این خیابون رو رد شدم، ناخودآگاه لبخند اومده بود لبم، و اولین بار بود که دوباره میدیدم فارسی روی در و دیوار نوشته، تمام تابلوها فارسیه، آدما خیلیا که از دور و برم رد میشن فارسین. خیلی تو روحیم اثر گذاشت، خیلی احساس عجیبی داشتم اون موقع. فکر کنم برای شما خیلی جالب باشه که با ما همراه باشین و بریم چند تا از این کسب و کارهای ایرانی که این دور و بر هستن و از نزدیک ببینیم و باهاشون یه صحبتی داشته باشیم. یکی از اصلی ترین مغازه ها و سمبول این خیابون فروشگاه شرکت کتاب هستش. امروز اومدیم داخل شرکت کتاب و با آقای خلیلی مدیریت اصلی این مجموعه میخواستیم یه صحبتی بکنیم، ببینیم که تاریخچه این شرکت به کجا برمیگره و از که شروع کردن که اینقدر موفق و به عنوان سمبول تو وست‌وود زبون زد خاص و عام هستن. مرسی که آقای خلیلی. با درود بسیار به شما و بینندگان عزیزتون. فربود جان، شرکت کتاب از نخستین روزهای ژانویه 1981 پایه‌گذاری شده. ابتدا در سان فرناندو ولی لس آنجلس بوده، از سال 1989 به وست‌وود آمده و از سال 1997 به این مکانی که الان هستیم، یعنی 17 سال گذشته در این مکان بوده. منبع این کتاب‌ها و این سازها از کجاست؟ از خود لس آنجلس یا از ایران یا از جای خاصیه؟ در حقیقت کتاب فروشی شرکت کتاب جامعه ترین کتاب فروشی در جهانه. علتش هم اینه که همه کتاب‌هایی که در امریکا و اروپا منتشر میشه که اجازه انتشار در ایران رو نداره داره، به اضافه تمامی کتاب‌هایی که در ایران منتشر میشه طبیعتاً میتونیم ما بگیریم و داشته باشیم. پس در واقع کتابایی که تو ایران ممنوعه هم شما اینجا میتونید داشته باشین. البته کتابای ممنوعه شرکت کتاب یکی از جالب ترین بخش های کتابفروشی شرکت کتاب، سکشن مخصوص خودشو داره و بیشترین تعدادی که توریست میاد پرژن اسکوئر میاد فقط برای بخش کتاب های ممنوعه در ایران. اینا کتاب های ممنوعه در ایران، هر کدوم از اینا رو پخش کنیم و انسان خدا را آفرید. خب طبیعتاً این در جمهوری اسلامی اجازه انتشار پخش نداره. اینجا گالری مورد علاقه منه، گالری عشق. هر چیزی که اینجا میبینید با تایپوگرافی فارسی طراحی شده. سلام. سلام. خوب هستی؟ خوش اومدین. خوبی؟ چرا عشق؟ برای اینکه ما با عشق به دنیا اومدیم، با عشق زندگی میکنیم و عشق جزی از وجودمونه. بحبه. و این ما باید برای همه نشون بدیم که ایرانی ها واقعا آدم های عاشقی هستند و عاشق فرهنگ و اون بکراندی که داریم و اون چیزی که باش بزرگ شدیم. عالیه. من واقعا مغازتون یا گالریتون انقدر حس خوبی داره، من همیشه دوست دارم بیام از شما خرید لسته. کنم رنگای متنوع، طرح‌های متنوع، واقعا فکر نمی‌کردم اینقدر. این شعر که روشه می‌دین چیه؟ بزنیم بخونم. مشکل برای همه خوندنش، چون ما بیشتر دکور خط اونجا داریم کار می‌کنیم که اون طرح رو خط بخونین. میگه تو گل سرسبد باغ بهشتی. خیلی قشنگه. و خب اکثرا اشعار حضرت مولانا، حافظ، خیام و از خانم سیمین بهبهانی رو دارم، فروغ فرخزاد رو دارم
و سعی میکنم که شعرها بیشتر جنبه عاشقانه داشته باشه، معنیای مثبت بده و spiritual. بله. خب وقتی که یه امریکایی هم میان، چون اکثر امریکایی میان برای خرید، معنی این شعرها رو برشون میگم، باید یه معنی داشته باشه که به دلشون بشینه. بله. و خب اکثر این شعرهایی که اینجا داریم انتخاب شده است. خیلی خوبه. نه بسته خورما تازه جالبه، نه خوشمزه.